سلام و عرض ادب خدمت دوستای گلم. ویدیو امروز راجع به دو تا بازی هستش که میخواستم بهتون معرفی کنم. یه دونه از این بازی ها رو احتمال قوی همتون میشناسید، چون مال یه شرکت و کمپانی خیلی بزرگه. از این دو تا بازی میشه خوب کسب درآمد کرد، میشه خوب پول در آورد، مخصوصا واسه اونایی که گیمر هستن و اهل بازی هن. خب خیلی جالبه که هم سرگرم بشی، هم بتونی پول به دست بیاری و کسب درآمد کنی ماهانه. خب میریم سراغ بازی اول. بازی اول اسمش فروت تایکونه. این بازی حتما باید با وی پی ان بسچید، بدون وی پی ان داخل بازی نمیره. و اینکه بازیش چون تازه لانچ شده، با تازه فعال شده، فعلا فقط واسه گوشی اندروید هستش، رو گوشی اندروید فقط اجرا میکنه. هنوز واسه سیستم iOS نیومده، واسه گوشی آیفون هنوز قابل پخش و اجرا نیستش، فقط رو گوشی های اندروید قابل اجرا هستش. و اینکه با VPN فقط وصل میشه، داخل بازی میره. خب میریم تو بازی، تا بازی بهتون معرفی کنم. این صفحه بازیه. بازیش بدین صورته که شما این میوه ها رو از کوچیک به بزرگ، اولی که شما چندین مدل میوه دارید به ترتیب سایز از کوچیک به بزرگ، این میوه ها رو شکل همه رو باید روی هم طوری قرار بدید تا به میوه های بزرگتری تبدیل بشه، که بزرگتری میوهش هم هندون است دیگه، از هندون بزرگتر نمیشه. بعد این بازی بهتون ارز RCH میده، که اگه اسم این ارز رو همینطوری که دارم توضیح میدم بازی هم میکنم که با بازیش آشنا شید ببینید چه جوریه. بعد اول مثلا این میوه رو میبینید دورش پاپیون داره، این الان یه دونه شکل خودش، اگه بندازم روش ببینید عرض RCH میده، این گوشه جمع میشه. که اگه بیام اینجا الان 1267 تا عرض RCH دارم که معادل 37 دلار و 2 سنت. خب شما اگه اسم ارز RCH رو توی کوین مارکت کپ سرچ کنید، قیمت خود ارز رو با نمودار و چارتش به اسمش خود شرکت سازنده بازی میاره. ارز معتبریه، یعنی ارزیه که واقعا بیشتر از اینا حالا رشد میکنه، قابل رشده. قیمتش هم اگه الان پایینه، چون بیت کوین ریخته فکر کنم اومده پایین، یعنی بیت کوین هم رشد کنه قیمت این ارز میره بالا. که من توی کوین مارکت کپ سرچش کردم آوردمش، توی اینجا چارتش رو آوردم که قیمتش رو ببینیم. اینا RCH مای ریچ فارم، شرکت سازندهش، که قیمتی 0.029892 تومن، که 2.65% هم رشد داشته امروز، رفته بالا قیمت ارزش. خب میریم تو بازی. گفتم که خب ارز RCH میده، انقدر گرفتم. بعد میوه ها رو باید از کوچیک بندازیم رو هم دیگه شکل هم، تا به بزرگتری میوه که هندونه است تبدیل شه. بعد میریم سراغ اینکه پولی که شما جمع کردید به دست آوردید و چجوری باید کشات کنید و بازی خارج کنید. دو تا مرحله داره که بعد این دو تا مرحله رو شما انجام بدید. با انجام دادن این دو تا مرحله شما میتونید پولی که جمع کردید و کشات کنید. اول از همه که باید یک ولت بریزید روی گوشیتون، یک کیف پول باید وصل کنید، که ترجیحاً تراست ولت خیلی بهتره. من خودم این بازی رو به تراست ولت هم کانکت کردم، که پولی که جمع میکنید و بخواد انتقال بده بزنه به کیف پولتون. بعد پس مرحله اولش اینه که اول یه ولت وصل کنید به گوشیتون، که ترجیحاً تراست ولت باشه خیلی بهتره، و بازی که ریختید کانکت کنید به کیف پولتون، ولتتون. بعد شما وقتی بازی میکنید باید 50 تا هندونه جمع کنید. وقتی 50 تا هندونه جمع کنید مرحله اولش رو رد میکنید، که من این 50 تا هندونه رو گرفتم، الان مرحله اول رو رد کردم. مرحله دومش چیه؟ مرحله دوم شما باید 2000 تا پازل تو طول بازی بهتون میده، که الان من این گوشه رو بزنم، این 2000 تا پازل من 843 تاشو گرفتم، که اینجا معلومه و نوشته 1157 دیگه باید بگیرم، که یه دونه طالبی طلایی بهم میده، که این مرحله دومشه. که این مرحله دومو برم توی این قسمت، تو قسمت ویدرو نوشته final condition،
که یه دونه از همون طالبی طلایی رو باید بگیرم، که این یه دونه طالبی طلایی رو اگه بگیرم مرحله دومش تمومه دیگه، فاینال کاندیشنش تموم میشه و من میتونم پولی که جمع کردم رو به ولتم، به کیف پولم انتقال بدم. خب اینم از طریق کشات کردنش. بعد این گوشه کانال تلگرام داره که از کل دنیا هستن تو کانال تلگرامش و راجب بازی صحبت میکنن، کشاتاشون رو میذارن، راجب همین توضیح میدن راجع به بازی. یعنی میتونید برید تو کانال تلگرامش هم ببینید، ببینید که مثلا اون کشات کردن نکردن چه جوریه، چه توضیحاتی نوشتن. این قسمت یه بسکته که اینجا میبینید عکس میوه ها رو از کوچیک به بزرگ گذاشته که بزرگترینش آخریش هندون است، یکی مونده با آخریش هم نصف هندون است، که دو تا نصف هندونه رو اگه رو هم قرار بدید به هندونه تبدیل میشه، که اینا هم اگه بگیرید بهتون دوباره ارز RCH میده که من اینا رو پر کردم. این قسمت مال اینوایت کردن و دعوت کردن و زیر مجموعه گرفتنه، که اگه کسی رو شما اینوایت کنید با کدتون بهتون یه جعبه میده که تو این جعبه ارز RCH از اون 2000 تا پازل بهتون میده، یه مقدار انرژی میده که بتونید بازی کنید و اینجور چیزا. یعنی اینوایت کنید خوبه، زیر مجموعه بگیرید بهتون جایزه میده. بعد این قسمت هم که بازیه دیگه که اونم پولیه، حالا بهتون پول میده رو معرفی کرده، که واسه همین کمپانیه، واسه همین شرکته، همین مایریچ فارم مال همین شرکته، همین بازیه، که اینا هم بهتون پول میده، یعنی بازیه پولیه، ولی خب بهترینش به نظر من اینه که بیشتر پول میده، بیشتر از اون یکی ها به نظر من پول میده. حالا بازیش انجام میدیم ببینیم. الان مثلا این کیوی پاپیون داره، یه کیوی دیگه بندازم روش ببینید عرض RCH به هم میده، رفیم بالا. خب یه دست بازی میکنیم ببینید بازیش دستتون بیاد دیگه. توضیحش اینطوری بود دیگه، یعنی پولی که بهتون میده ارز RCH، بعد بازی رو به ولتتون کانکت کنید. بعد دوتا مرحله داره، مرحله اول باید 50 تا هندونه بگیرید، مرحله دوم باید 2000 تا پازل جمع کنید. این دوتا مرحله رو برید، پولی که جمع کردید، یعنی ارز RCH که جمع کردید که معادل دلاریش هم پایینش نوشته رو، همونو به ولتتون انتقال میده و میاد به ولتتون بعد از اینکه این دو تا مرحله رو رفتید. بعد من الان فعلا به آناناس رسیدم، یعنی اینجا بزرگترین میوه‌ای که الان گرفتم یعنی یه نصف آناناسه، باید تبدیلش کنیم به هندونه. خب فعلا توضیحات لازمش رو دادم، حالا بازی میکنیم تا ببینیم میتونیم یه هندونه بگیریم یا نه. بهتون اگه بتونم هندونه هم بگیرم نشون بدم خیلی خوب میشه. فکر کنم بازیش تا الان دیگه دستتون اومده چجوریه دیگه. خیلی راحته، اصلا سخت نیست بازیش، و واسه اونایی که گیمرن و اهل بازی هن، اگه به نظرم قفلی آدم روش بزنه روزی راحت 15-16 دلار رو میتونه ازش خارج کنه به نظر من. و 15-16 دلار هم الان فکر کنم یه چیزی اولوشه 500-600 هزار تومن میشه. خب
آدم اگه بازی بتونه روزی 500-600 هزار تومان پول در بیاره، خب خیلی خفنه، خیلی خوبه، اونم تو این شرایط. بعد به نظرم قیمت ارزش وقتی تو کوین مارکت کپ با چارت نمودار همه چی نمایش داده شده، کانال تلگرام داره، کمپانیش داره بازی خفن دیگه ای میزنه، تولید میکنه، بعد به نظرم هم ارزش جای رشد داره، قیمتش میره بالاتر. همین که یعنی کشفیاتش 100% به نظرم انجام میشه، اسپم و اینا نیستش. مثلا یه سری بازی دیگه بودن، من خودم بازی میکردم، مثلا کریزی دیفنس هیروز، این بازی رو من خیلی رفته بودم جلو. بعد یه مدت اومدن گفتن که تو ایران نمیدونم، بعد تو ایران دیگه قابل پخش نیست، بعد نم از پاسپورتت عکس بندازی بفرستی، یه جوری دیگه ارزه رو ندادن، یعنی کلاهبرداری کردن، اسپمش کردن. ولی این بازی فکر نکنم این شکلی باشه، یعنی فکر نکنم که، مطمئنم میده پولو، یعنی ازش کشات کردن، واسه همین دارم بهتون معرفی میکنم. اگه احساس میکردم حالت اسپم و کلاهبرداری داره نمیگفتم، معرفی نمیکردم بهتون، چون بازی دیگه هم هستن که میدونم پول میدن، ولی یعنی شما میاد پول تو بازی جمع میکنید، موقع کشات کردن و ویدرا کردنش 1001 مشکل میخورید، بعد عکس پاسپورت بفرستید، بعد میگن تو ایران تحریمید، پول نمیدیم، اینجا حرفا اذیت میکنن. بعد واسه همین، ولی این به نظرم این شکلی نیست، یعنی راحت میشه کشات کرد، فقط همون دوتا مرحله که گفتم، یه 50 تا هندونه و یه 2000 تا پازل لازم داره واسه کشات کردنش. الان من فعلا به بزرگترین میوهی که رسیدم یه نصف هندونه است، اگه بتونم یه نصف هندونه دیگه جور کنم و این دوتا رو روی هم قرار بدم، این تبدیل میشه به یه هندونه. سخت بوزن دو تا ظرف و نقره، یا اگه روی هم قرار بگیره تبدیل میشه به این نصف هندونه. همین خودش با اون نصف هندونه میشه یه دونه هندونه، ولی فعلا داره اذیتمون میکنه. آه باختم، نشد، نتونستم یه دونه هندونه بگیرم بهتون نشون بدم. وقتی دو تا نصف هندونه بگیرید، اینا رو هم قرار بدید یه هندونه شه، بهتون یه دونه اسپین میده، و اون اسپین رو وقتی بزنید بهتون از این پازلا میده، یعنی هم هندونه میگیرید هم پازل بهتون میده، هندونه اگه به یه هندونه برسید، که من الان نتونستم برسم و باختم. خب این معرفی بازی اولش بود که با ارزش، ارزی که میده و قیمت ارزش که چقدره و طریقه کشات کردنش، طریقه این که چجوری باید پول رو انتقال بدید به ولتتون، اینا رو معرفی کردم، گفتم کل توضیحاتش همین بود، چیز اضافه تری نره. بازم اگه سوالی چیزی راجع به این بازی داشتید بپرسید، من جوابتون رو میدم و در خدمتتون هستم. خب میریم سراغ بازی دوم که به نظرم همه این بازی رو میشناسن، یکی از معروفترین بازی هاست، چون واسه یکی از بزرگترین کمپانی سازنده بازی گوشی سوپرسل دیگه هستن دیگه، نیاز به توضیح نداره. این بازی چجوری پول میده؟ این بازی الان 2 ساله که داره تورنمنت برگزار میکنه، تورنمنت 1 میلیون دلاری
ویدیوهای مسابقاتش که مال خود شرکت سوپرسله تو یوتیوب هستش، یعنی شما تو یوتیوب اگه سرچ کنید ویدیو مسابقات نفرات اولو میاره که تو این 2 سال برگزار شده. به 30 نفر جایزه میده. این 1,000,000 دلار گارانتیه که به 30 نفر جایزه داده، به 30 نفر بین 30 نفر تقسیم میشه. نفر اول 250,000 دلار جایزشه و نفر آخر که نفر 30 باشه 1,000 دلار جایزشه، که خب به پول ما زیاد میشه، همون 1,000 دلارش میشه حدود 33 میلیون. خب خیلیه. بعد از این تورنمنت هم به نظرم میشه، ولی البته تو توضیحاتش نوشته بود که لولتون اگه 13 یا 14 باشه خب آدز بردنتون بیشتره و اینکه بتونید تو تورنمنتش بیاید بالا خب احتمالی که بیاید بالا خب بیشتر میشه. بعد و فکر کنم بالاترین لولش هم 14 باشه. من الان خودم این بازی رو خیلی وقت بود بازی نمی کردم، ولی الان چون فهمیدم تورنمنت داره میذاره دوباره شروع کردم بازی کردن و گفتم به شما هم معرفی کنم. الان لول خودم 8، لول خودم پایینه، ولی همه سعی و تلاشم اینه لولمو بیارم بالا، حالا ایشالله تا سال دیگهش برسونم خودم. و تورنمنتش هم مثل اینکه 20 مرحله داره، یعنی باید با 20 نفر شما مسابقه بدید و شکست نخورید، 20 نفر شکست بدید. همین فکر کنم بشه، سخت هست ولی شدنیه، نشدنی نیست، بازیه دیگه. آدم قفلی بشینه پاش نفر اول که هیچی میشه. خب تورنمنتش هم اینطوری و اینکه دیگه به 30 نفر جایزه میده، نفر اول 250,000 تا، نفر آخر 1,000 دلار. مسابقاتش هم تو یوتیوب گفتم، اگه سرچ کنید تو خود یوتیوب مسابقاشو میاره که تو این 2 سال برگزار شده. بچه ها الان بازیایی که پول میدن خیلی زیاد شدن تو و مردم دارن سمت اون بازی ها میرن، واسه یه شرکت و کمپانی بزرگی مثل سوپرسل خب خیلی افت داره که مثلا یه بازی های مثلا پرطرفدار این شکلی داشته باشه، ولی خب هیچ مردم نتونن ازش کسب درآمد کنن، پول در بیارن. این هم اومده این سیستم رو انداخته، داره تورنمنت میذاره بین پلیراش و بازیکناش و 1,000,000 دلار جایزه و گارانتیشه که به 30 نفر بین 30 نفر